درود و وقتتون بخیر. از اوتت مارکت سهر هستم با چشمانداز هفتگی در هفته پیش رو که 46 هفته سال 2024 خواهد بود. مثل همیشه ابتدا نگاهی خواهیم داشت به هفته‌ای که گذشت و اتفاقاتی که داشتیم و بعد بررسی خواهیم کرد که در هفته پیش رو منتظر چه هستیم. هفته‌ای که گذشت هفته بسیار 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 شلوغی بود و شاید بتونم بگم مهمترین هفته‌ای بود که ما در سال 2024 داشتیم. بعد از این بعد هم اون هفته به این مهمی نخواهیم داشت. ما در هفته گذشته انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو داشتیم، جلسه سیاست گذاری بانک مرکزی در ایالات متحده رو داشتیم، جلسه سیاست گذاری بانک مرکزی در انگلستان رو داشتیم و نشست فصلی کنگره خلق چین رو هم داشتیم. یعنی 4 تا رویداد که هر کدومش جدا جدا خودشون به تنهایی میتونن یک هفته رو تبدیل کنن به یک هفته مهم. در انتخابات ریاست جمهوری میدونید که موج قرمز یا جمهوری خواها با قدرت بسیار تمام در هم انتخابات ریاست جمهوری هم مجلس و هم سنا پیروز شدن با بیشتر از 300 الکترال ووتی که آقای ترامپ کسب کرد در آخرین آماری که منتشر شده بود. اینها و در سنا هم 52 صندلی الان دارن. خب اینها نشون دهنده این هستش که موج قرمز با قدرت بسیار زیادی وارد شده و این موج میتونه تغییرات زیادی رو در دولت و در کلا در اقتصاد و سیاست ایالات متحده ایجاد کنه، با توجه به اینکه این یک دستی قدرت دیگه دستشون رو در تایید و تصویب لوایح باز گذاشته که مثلا حزب مخالف نمیتونه بیاد گروکشی کنه که بگه خب شما اگه میخواین به این لایحه رای بدین حتما باید این لایحه رو بهش رای بدین. حداقل در 2 سال آینده این موقعیت رو خواهیم داشت و دولت آقای ترامپ در 2 سال آینده دست بسیار بازی برای اعمال سیاست‌هاش خواهد داشت. اما در جلسه بانک مرکزی ایالات متحده ما یک سورپرایز داشتیم و اون سورپرایز این بود که بانک مرکزی علاوه بر اینکه خب حالا مثل چیزی که پیش بینی میشد 25% نرخ بهره رو کاهش داد، در کنار اون با توجه به صحبت هایی که آقای پاول در سخنرانی خودش داشت و بعد در جلسه پرسش و پاسخ متوجه شدیم که بانک مرکزی حداقل هستند اعضایی که در بانک مرکزی به این فکر میکنن که با توجه به رشد خوب اقتصاد و با توجه به قدرت خوب بازار کار شاید در ماه دسامبر نیاز به کاهش نرخ بهره نباشه و این الان احتمال عدم کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر احتمالش افزایش پیدا کرده. حالا الان نگاه می‌کنیم 11% رو ببینیم در آخرین آپدیت به چقدر شده. احتمال عدم افزایش نرخ بهره خب الان شده 35%. با 35% عدم افزایش نرخ احتمال عدم افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر بازارها روی این مسئله حساب کردن که خب حالا در واقع ما سیاست‌های انقباضی رو در همین سطح باید نگه داریم. چرا؟ چون وضعیت اقتصاد و وضعیت بازار هر دو وضعیت خوبی هستن و تحمل در واقع این نرخ‌های بهره بالا رو دارن. این اون سورپرایزی بود که ما در جلسه قبلی هفته قبل بانک مرکزی در ایالات متحده داشتیم. یعنی بازار یک نگاه انقباضی برداشت انقباضی کرد از این جلسه. از اون طرف در بریتانیا هم ما جلسه بانک مرکزی بریتانیا رو داشتیم که در بریتانیا هم بی او ای یا بانک مرکزی بریتانیا بانک آف انگلند اون هم اومد نرخ بهره رو 25% کاهش داد. حالا من پیدا کنم خب کاهش نرخ بهره در بریتانیا هم برابر با پیش بینی ها بود، یعنی سورپرایزی نبود با توجه به اینکه نرخ تورم در بریتانیا در ماه های گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و زیر 2% اومده و با توجه به ضعف اقتصادی که ما در بریتانیا داشتیم اینجا 8-1 رای دادن برای کاهش 25% نرخ بهره، یه نفر هم رای داد برای عدم تغییر نرخ بهره. این نشون دهنده این هستش که بانک مرکزی و هیچ فردی برای افزایش نرخ بهره رای نداد. خب این نشون دهنده این هستش که بانک مرکزی در بریتانیا با توجه به ضعف اقتصادی که وجود داره و کاهش شدید تورم میتونه نسبت به در واقع سیاست‌های انبساطی بیشتر بره، به سمت سیاست‌های انبساطی بیشتر و در این مسیر قدم برداره. این مهمترین اتفاقاتی بود که ما در هفته گذشته داشتیم. اما در هفته پیش و رو هفته تقریبا سبکی است. ما در ایالات متحده فقط روز چهارشنبه و پنجشنبه روز مهمی داریم که روز اونم دادهای تورم و بازار کار منتشر میشه. روز چهارشنبه دادهای تورم مصرف کننده منتشر میشه، CPI و کور CPI منتشر میشه که پیش بینی میشه یک رشد 2.4% داشته باشه و احتمالاً تورم سالانه از 2.4% به 2.5% افزایش پیدا بکنه. یعنی ما احتمالاً شاید یک رشد
خیلی آرام در تورم عمومی باشیم که از 2.4 به 2.5% افزایش پیدا بکنه. تورم هستم که پیش بینی میشه برای سومین ماه متوالی رشد 3% داشته باشه، به این معنی هستش که احتمالاً تورم هستی ما هم احتمالاً از 3.3% به 3.4 یا 3.5% میتونه افزایش پیدا بکنه. این چشمانداز تقریبا سختتر برای تورم ما در ایالات متحده رو میتونیم در واقع در راستای همین بگیریم که از بانک مرکزی هم نگرانی هایی برای تورم داشتن و به این نتیجه رسیدن که بهتره که در ماه آینده احتمالا عدم کاهش نرخ، سیاست عدم کاهش نرخ بهره داشته باشن. اما روز پنجشنبه ما در ادامه دادهای تورم تولید کننده رو داریم در ایالات متحده که پیش بینی میشه تورم تولید کننده که 2 ماه قبل کاهش پیدا کرده بود، ماه قبل تقریبا صفر بود و تغییری نکرد، این ماه 2.2% رشد کرد. این که میگم تقریبا بچه به خاطر اینکه این عددی که اینجا نوشته میشه تقریبی گرد میشه، این عدد عددی نیست، در عدد اصلی نیست، عدد اصلی 0.1% و اینا داره، این عدد اینجا در حالت مثلا گرد میشه، خلاصه میشه نوشته میشه. پیش بینی میشه که در این ماه 2.2% در ماه اکتبر 2.2% رشد کنه و این به این معنی هستش که تورم یا این نگرانی تورمی دوباره افزایش پیدا میکنه. در ولی برای دریافت بیمه بیکاری هم پیش بینی میشه که در همون حدود 220-230 هزار تا باقی بمونه. البته بعد از که حالا دیگه طوفان دیگه تاثیرات طوفان از بین رفته، احتمالاً این هفته ما درخواست اولی برای دریافت بیمه بیکاری در عدد همون حدود 220 تا در عدد پایین خواهیم داشت، عدد بالایی نخواهد بود. این اما در ایالات متحده فقط بحث داده ها نیست. در هفته پیش رو ما سخنرانی بسیار زیاد داریم، از جمله سخنرانی آقای پاول رئیس بانک مرکزی. ما سخنرانی بسیار زیاد داریم، میدونیم که تا 10 روز قبل از نشست بانک مرکزی جلسه دوران خاموشی هستش، از بانک مرکزی صحبتی نمیکنه، اما در بعد از جلسه که شروع میشه سخنرانی ها، ما در هفته پیش رو سخنرانی های بسیار زیادی خواهیم داشت. اما خارج از ایالات متحده در بریتانیا هفته مهمی تقریبا میتونه داشته باشه با دادهای بازار کار که در روز سه‌شنبه منتشر میشه. پیش بینی میشه که نرخ بیکاری از 4% به 4.1% افزایش پیدا بکنه و میانگین درآمد ساعتی با در نظر گرفتن پاداش ها هم 0.1% رشد بکنه. یعنی این اعدادی که ما در اینجا میبینیم در راستای این در چیز هستش، در راستای سیاست های حزب جدید است. ما میدونیم که حزب کارگر به کار اومده و لایه هایی که داره میده نشانه هایی از افزایش حقوق و افزایش مالیات داره که اینا باعث میشه که هم در واقع نرخ بیکاری مقدار ضعیفتر بدتر بشه و هم باعث میشه که حقوق ها در این حال که نرخ بیکاری بیشتر میشه، حقوق ها تا حدی افزایش پیدا بکنن و این خود مالیات بر درآمد شرکت ها وقتی افزایش پیدا بکنه سود شرکت ها هم کاهش پیدا بکنه. اینا یه خیلی نشانه هایی هستش که حالا ما در بازار کار داریم، باید در بازار بریتانیا داریم، حالا باید ببینیم که کم کم اینا تاثیرش چی میشه. به همین دلیل هم هستش که احتمال بسیار زیاد با توجه به این شرایطی که الان ما داریم در بریتانیا هم در جلسات بعدی احتمالاً ما عدم کاهش نرخ بهره داشته باشیم. دولت بانک مرکزی صبر کنه ببینه که دولت قرار چیکار بکنه با این سیاست ها، لوایح دولت قرار چه اتفاقی بیفته. اما در ادامه در روز پنجشنبه اگه اشتباه نکنم یا روز جمعه دوباره ما از بریتانیا کلی داده داریم، در روز جمعه جی دی پی تولید ناخالص داخلی داریم که پیش بینی میشه که در سه ماه سوم یه رشد 2% داشته باشه و تولیدات صنعتی هم همینطور. یعنی ما این هفته از بریتانیا کلا یک سری اعداد نسبتا مثبت به غیر از داده بازار کار اعداد تقریبا مثبتی انتظار داریم. و اما بعد از اون نوبت به چین میرسه که هفته شلوغی خواهد داشت، به خصوص در روز جمعه. چین در روز جمعه جی دی پی رو داریم ازش، تراز تجاری رو داریم، تولیدات صنعتی رو داریم، تولیدات کارخونه رو داریم، نرخ بیکاری رو داریم. یعنی روز بسیار بسیار شلوغی برای چین خواهد بود با کلی داده که ما باید ببینیم که نرخ بیکاری در 5.1% باقی خواهد موند یا نه، که احتمالاً باقی بماند. تراز تجاریش احتمالاً افزایش پیدا می‌کنه، تولیدات صنعتی و تولیدات کارخونه هم احتمالاً در چین ما شاید یک رشد نرم خواهیم بود، به خاطر اینکه در نزدیک به سال نو داریم میشیم و این نزدیک به سال نو شدن سفارش ها از چین رو بیشتر میکنه، هم تولید صنعتی هم تولید کارخونه معمولا افزایش پیدا میکنه. اما در مورد فیکس اسید اینوستمنت این همه احتمالاً سرمایه‌گذاری در بخش غیر منقول این همه احتمالاً افزایش پیدا میکنه با توجه به سیاست هایی که ما در چین داشتیم. یعنی تاثیر سیاست هایی که بانک مرکزی و کنگره خلق چین اعمال کرده احتمال بسیار زیاد ما شاهد یک رشد نسبی در داده اقتصادی خواهیم بود، ولی این به این معنی نیست که ما چشم انداز عمومی برای اقتصاد چین رو تقویت کرده باشیم. نه، احتمالا همون نرخ رشد زیر 4.5% محدوده 4.5 یا زیر 4.5% جی دی پی برای کل سال 2024 خواهیم داشت. اما به غیر از اینها حوزه یورو، جی دی پی حوزه یورو داریم در روز پنجشنبه، آره، و همینطور دادهای تورمی آلمان که اینها در واقع با توجه به تاریخی که داریم این دادهای اولیه هستش و نه آخر ماه دادهای نهایی منتشر میشه. اینا کلیت این هفته هستش. یعنی اروپا هفته شلوغی کلا نداره.
اما با توجه به این شرایط بریم ببینیم که با توجه به این شرایط بریم ببینیم که در چارت ها انتظار چی رو داریم ما. در چارت ها خب چارت رو بیاریم با توجه به این شرایط. مثلا این الان چارت شاخص دلار هست. در چارتی که ما برای شاخص دلار داریم میبینیم که دلار، شاخص دلار تو محدودی بعد از انتخابات خب با رشدی که داشت و بعد از جلسه بانک مرکزی بلافاصله بعدش سطح خودش رو حفظ کرده. حالا تو این هفته هم که پیش بینی میشه، در واقع هفته پیش رو هم که ما داریم، با توجه به دادایی که داریم هم در زمینه بحث تورم و انتظار رشد تورمی و هم در زمینهای دیگه به خصوص حالا تورم و بازار کارم همینطور و بیشتر بر اساس تمرکز روی تورم داریم، احتمالا دلار همین سطوح بالاش رو حفظ میکنه و حداقل اینه که در طی این هفته و هفته پیش رو از 103.50 پایینتر احتمالا نخواهد اومد. این سطح 103.50 به بالا رو احتمالا تو این محدوده رو شاخص دلار حفظ میکنه و ما تو این محدوده احتمالا در هفته پیش رو معامله خواهیم کرد. چرا؟ چون تورم بالاتر به این معنا هستش که فشار روی طلا باید فشار روی در واقع اومدم چارت طلا اومدم تورم بالاتر به این معنا هستش که میگن تورم نرخ بهره بالاتر شده از کرد حفظ نرخ، چون تورم بالا که منتشر میشه به این معنی هستش که بانک مرکزی هم نرخ بهره رو بالا نگه میداره و این باعث حمایت از شاخص دلار میشه و کلا ارز کشور میشه. اما بریم روی طلا. طلا با توجه به اینکه حالا انتظار میره تورم بالا منتشر بشه و داده تورم بالا به معنای نرخ بهره بالاتر خواهد بود و به نرخ بهره بالاتر سود اوراق قرضه بالاتر دلار قوی تر، همین شرایط شرایطی هستش که ما باید انتظار داشته باشیم فشار روی طلا وارد بشه. اما یک این فشار به معنای سقوط نیستش، روند نرم نزولی احتمالا ادامه پیدا میکنه و اگر این سطح 2650 و 6650 بشکنه اون موقع ما سطوح پایین‌تر رو خواهیم دید، ولی فعلا در قدم اول ما به محدوده رسیدن به 2650 رو انتظار داریم برای هفته پیش رو. در مورد بحث بازارهای سهام، بازارهای سهام درسته که حالا بعد انتخابات رشد کردن، انتخابات تاثیر مثبتی رو چارت ها گذاشت، اما با توجه به میگم تورم بالایی که انتظار داریم و سیاست ادامه تداوم بیشتر سیاست انقباضی، احتمالا واکنش بازارها به این مسئله واکنش بازار سهام واکنش منفی خواهد بود و ما شاهد یک فشار رو بازارهای سهام خواهیم بود، به خصوص که دیگه تقاطع به انتخابات هم تقریبا فرو ریخته و ما اونقدری انتظار نداریم گزارش درآمدی به غیر چند تا شرکت هوم دپو یا شاپیفای و اینها، به غیر از اینها دیگه زیاد شرکت دیگه هم نمونده که بخواد گزارش بده. اینها باعث میشه که ما احتمالا چشم انداز مثبتی نسبت به بازار سهام نداشته باشیم. اما در دیگر جاها در مورد بحث نفت، نفت تاثیر دلار قوی تر، تورم بالاتر و نرخ بهره بالاتر، همه اینها و خوشبینی به صلحی که بعد از انتخابات ترامپ ایجاد، همه اینها باعث که ما انتظار چندان مثبتی از نفت نداشته باشیم. اما در عین حال با توجه به نزدیک شدن به سال نو از تولیدات کارخونه که افزایش پیدا میکنه و افزایش انرژی مورد نیاز در کارخونه ها، از یک طرف از طرف دیگه که خب نزدیک به سال نو میشیم، سفرها بیشتر میشه و اینها خودش انرژی و سوخت میخواد، احتمالا روند نزولی یا فشار روی نفت فشار کمتری باشه. ولی اگر تاثیرات ژئوپلیتیکی رو در نظر نگیریم، ولی اگر تنش ها در خاورمیانه بخواد افزایش پیدا بکنه، میشه یک عامل غیر از اقتصادی که میتونه خب قطعا تاثیر مثبت رو قیمت نفت بذاره. در مورد بحث بازار رمزارزها، خب انتخاب آقای ترامپ و به خصوص بودن آقای ایلان ماسک در تیم آقای ترامپ قطعا اینا برای بازار سهام مثبت خواهد بود. و ضمن اینکه از نظر تکنیکال وقتی می‌بینیم که مدت خیلی زیادی بیت کوین تونسته این سطح 70000 دلار رو حفظ کنه به سمت بالا، به خصوص بالای از 64000 دلار این سطح تونسته حفظ کنه، فعلا اینا نشون میده که روند صعودی میتونه چنان ادامه پیدا کنه. ما قدرت افزایش روند صعودی رو داریم، یعنی با توجه به اینکه او بی بی هم اومده بود پایین‌تر، الان نشون میده که بازگشت سرمایه و پول به بازار طلا نرم نرم داره ادامه داره و آرسان هم که روی 68 هنوز به منطقه خرید بیش از حد نرسیده. به نظر من این تا نظر تکنیکالی حداقل شرایط شاید به نفع بیت کوین هستش. این کلیت وضعیت بازارها بود، امیدوارم به درتون خورده باشه، براتون مثبت و مفید بوده باشه. اگه سوالی داشتید زیر همین ویدیو بنویسید، سعی می‌کنم در فرصت برگردم و به سوالات شما پاسخ بدم. یا حق خود نگهدار.